از عدم اعتناب دارم به شما امیران ارجمندم. آقای امیر شهرتی برنامه را هدایت میکنه. امروز سه شنبه است. همیانانم با آقای دکتر عباس میلانی هستیم، استاد برجسته دانشگاه استنفورد، تاریخ نگار، ادیب، منتقد. آقای دکتر میلانی درود بر شما. سلام قربان به شما و به همه بینندگان عزیزتون در هر جای ایران پهناور. خب بار گذشته درباره رضا شاه، سفر رضا شاه به ترکیه با شما صحبت کردیم. قرار شد که میدونم که شما در صدد به دست آوردن اسنادی هستید که در نزد ترکاست. به نظرم اسناد خیلی مهمی است و خیلی عجیبه که در این فاصله، در این 80 اندی سال، این اسناد بررسی و ارزیابی نشده. به این دلیل که ترکا اون رو آزاد، این اسناد رو آزاد نکردن. آقای دکتر، ما کم کاری کردیم. ما کم کاری کردیم. کسی اصلا سراغشون نرفته و حتی در مورد اسناد آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان هم به گمان من خیلی کم کاری شده. واقعا دو سه کتاب هست که سعی کردن ببینن واقعا این اسناد چی میگه. بعضیا رفتن دستچینی از این اسناد پیدا کردن برای اینکه مثلا رضا شاه رو بکوبن یا رضا شاه رو تبرئه بکنن. کمتر در جهت تبرئهش، بیشتر در جهت کوبیدنش بوده. اتفاقا در پس جلسه با هم صحبت میکردیم، یه دوستان به من زنگ زد، گفت که دوستش گفته که مگه فلانی طرفدار من، مگه فلانی طرفدار رضا شاه شده که این جلسه در این باب به این شکل صحبت کرده. خیلی تعجب کردم. دیدم هنوز واقعا ما باید شاید در مورد اصلا مفهوم تاریخ چیه صحبت بکنیم. تاریخ پیدا کردن خواهد نیست، تاریخ پیدا کردن زوایا، به قول بهبری زوایا و خوایای تاریخ، پیدا کردن روایات، به قول دوباره بهبری سقه است، روایاتی است که راویش رو میشه به صحت نیتش اعتقاد داشت. بعد حدیده از منظر تاریخی نگاه کرد. منظر تاریخ روزخونی نیست که یه نفری باشه شهید شده، یه نفری باشه که قاسبه. اون کار روزخونیه. ولی اگه بخواید شما مسائل مثلا روزخونی رو از منظر تاریخ نگاه بکنید، وقت باید برید جستجو کنید دیگه. ببینید مثلا در روز عاشورا هوا در کربلا چقدر بوده، آیا بارون بوده، فصلش چی بوده، آیا نشانه هایی مثلا از خون در اونجا هست. کار تاریخ اینه دیگه. کار روزه چه در مورد حضرت مسیح مثلا، فلان جا فلان اتفاق افتاده. تاریخی که بخواید نگاه بکنید باید ببینید اسناد در این مورد چی میگن. و اگر بگید که واقعا مسیح اینو گفته، تعریف نکردید، وظیفت رو بکنه تاریخ نگار انجام دادید. ما در مورد این تاریخ خیلی وصول کردیم. حتی من فکر میکنم دوران شاه در مورد محمد، در مورد رضا شاه وصول شد. یعنی یک زندگی نامه درست حسابی در اون دوران نوشته نشد. کتاب های خود، نوشته های خود رضا شاه چاپ نشد. حتی اگر چاپ شد، دفعه پیش هم صحبت کردیم در جشن 50 ساله سلطنت پهلوی، دو تا از کتاب های واقعا درخشان رضا شاه، نامه های رضا شاه رو چاپ کردن. ولی اون را هم محدود کردن، گفتن جاهایی که اشاره به دهات ایران کرده ما دیگه ذکر نکردیم. شما بیخود کردید ذکر کردید. این همه دهات رو رفته شناخته، میشناخته، توضیح داده، اونقدر کنجکاو بوده. شما اگر ما تاریخ کامل رو داشتیم، و من حتما یک روایت اولین چیز رو پیدا خواهم کرد که ببینم اینا چی رو زدن. ولی شما مقایسه بکنید خاطرات سفر رضا شاه رو، دو تا سفرنامه چاپ کردیم، با سفرنامه مثلا ناصرالدین شاه. ببینید ناصرالدین شاه در مورد غرب نوشته، چقدر مجذوب و مرغوب غربه، چقدر تحقیر، احساس تحقیر شدگی میکنه. و بعد مقایسه میکنید با رضا شاه، چقدر کنجکاو در مورد هر شیء این مملکت. اون وقت اونو شما میزنید برای اینکه فکر میکنی که اهمیت نداره. ولی باید هرچی بیشتر به گمان من
رفت و جستجو کرد و اسناد رو پیدا کرد، اسناد و متوجه شد که اسناد می‌دونید هستن کسانی که رفتن یه مقداری از اسناد مثلا دوران رضا شاه رو پیدا کردن برای اینکه می‌خواستن بکوبن باباشون، نمی‌دونم با خانواده پهلوی مسئله داشته، رفتن هر چی تو اسناد انگلیس و آمریکا بوده دستچین کرده، ازش یه تعبیر خاص خودش که واقعا به عقل سلیم هم جور نمیشه در آورده و سعی کرده بکنه. اون تاریخ نیست، باید همه دید سبک سنگین کرد و تازه اون وقت بعد از همه این کارها ما به یه روایتی میرسیم دیگه، ما به چیزی نمیرسیم، به یک روایتی از رضا شاه، یک روایتی از شاه، من به طب شاه رسمش گفتم نگاهی به شاه. و ببینید در مورد رضا شاه واقعا حتی اونایی که مثلا میخوان دفاع ازش بکنن حاضر نیستن برن بشینن کاری که برای شناخت اون دوران لازمه انجام بدن. یکی از استادای دانشگاه تهران، مثلا استاد به نام دانشگاه تهران، ازش کتاب بنوشته در مورد رضا شاه و هیچ کاری جز ساده کردن کتاب غنی، سیروس غنی نکرده. شما که در ایران نشستید، کلی به این خودی هم هستید، طرفدار رژیم هم بودید، ببینید این رژیم چی هست. کلی از اسناد مهم اون دوران الان دست کسانی است که در ایران هستن و بعضیشون کنجکاوی رو دارن، بهش دسترسی دارن. یک شناخت به گمان من تازه‌ای لازم هست برای اینکه یک شخصیت به نظر من شگفت‌انگیزی است در تاریخ ایران. همینطوره. آجا چون میداری یک جایگاه میکروفونتون فکر میکنم زیاد مناسب نیست، یه چیزی حائله بینش، صداتون گاهی وقتا بد میشه کیفیت صدا، اگه میشه نزدیکترش کنید میکروفون. یا خودم بیام نزدیکتر یا خودتون بیاد نزدیکتر. بله آره خودتون ببخشید دیگه، من چون تو دفترم نیستم، دفترم امروز بس. بیرونش ساختمان دارم میکنن، گفتم شاید اینجا صدا بهتر بود. الان صدا خیلی خوب، الان خوبه، الان اینجوری کرد. تو چه میدونی؟ مقایسه میکنیم دیگه، تاریخ محل تقابل و مقایسه است. ما دو سلسله رو دیدیم، یکی انقلاب اسلامی رو دیدیم، خمینی، خامنه ای و پیش از اون رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی رو. این دو سعی میکردن آدم های بزرگ دور خودشون جمع بکنن، تکنوکرات ها، شخصیت های کارشناس، سعی میکردن هیئت بفرستن این کشور اون کشور، دانش آموختگان خیلی برجسته و ممتاز رو به کشور دعوت بکنن و اینا رو بیارن در تشکیلات و در نهادهای دولتی مستقر بکنن. درست برعکسه، هیچ فکر نمی کنم نظامی در دنیا وجود داشته باشه مثل خمینی که روشن فکر، استاد دانشگاه، تحصیل کرده، ملیگرا، آزادی خواه رو تحقیر کرده باشه، حتی دشنام داده گاهی، حتی درخواست کردی که آقا ول کنید از این مملکت برید، ما اصلا شما رو نمیخوایم. خامنه ای دافع نیروهای کارشناسی دفع میکنه، بلکس اونها که جذب میکردن، با جذب تکنوکرات ها واقعا مخالف، یعنی نفرت داره از آدم های بزرگ و برجسته، سعی میکنه آدم های کوچیک رو دور خودش جمع بکنه. میخوام ببینم این تشخیص درسته یا نه علی الاصول. در مورد رضا شاه به نظر من، چون صحبت از رضا شاه بود، نکته ای که شگفت انگیزه دقیقا اینه که با اینکه رضا شاه تحصیلات درست حسابی نداشت، حتی دبیرستان هم نرفته بود، در آغاز کارش سواد یومیه نداشت، در زمانی که در حد فرمانده است معلم میگیره که نوشتن و خوندنش رو بهتر بکنه و فارسیش رو بهتر بکنه. کنجکاوی عجیبی، علاقه عجیبی به اینکه زبان فارسی تدریس بشه، دختر و پسر در کل کشور، وقتی پسرش رو ولیعهد رو به اروپا میفرسته، وظیفه پسر بوده که هر هفته یک بار یک نامه به فارسی پسر در جوان 13-14 ساله رو فرستاده میده،
به فارسی بنویسه و برای پدر بفرسته و پدر هم خودش میخونده، هم دوربر میداده فروغی بخونه، دیگران بخونن که اگر غلطی داره انشایی املایی. یعنی یک کنجکاوی عجیبی نسبت به زبان داشته و یک تلاش برای جذب نخبه‌ترین و روشنفکران اون زمان. ما اگر نگاه بکنید به کسانی که در مثلا اولین کابینه رضاخان هستن، در کابینه اول رضاخان مصدق هست، در کابینه اول رضاخان فروغی هست، در کابینه اول رضاخان سوسیالیست هست، اسکندری هست. یعنی سعی کرده همه رو که فکر ایران دارن و دلشون نگران ایران هست، برای اینکه ایران قبل از کودتای در واقع 21 یک مملکت در حال فروپاشی دیگه. من قبلا این رو گفتم، بارها عرض کردم، کتاب بسیار درخشانی آقای دکتر افخمی نوشتن که هم طبیب هستن، هم مورخ هستن، پی‌اچ‌دی از ییل دارن در تاریخ، دکتر طب هم هستن. رساله دکتراشون در مورد نحوه مبارزه با بیماری های واگیر در آغاز قرن 20 در ایران نوشتن. 25% حداقل 25% جمعیت ایران از 1900 تا 1920 از نتیجه وبا و آنفلوانزا و قحطی و فقدان مراقبت های بهداشتی و دوا و تلقی آخوندها که نمیذاشتن واکسن زده بشه، میگفتن واکسن میخوان ایرانی ها را خداستیز بکنن، نمیذاشتن مرزها رو ببندند که جسد وارد نشه یا جسد خارج نشه، یا افراد میرفتن از عراق برمیگشتن. دقیق نشون داده جاهایی که مثلا میاد هزاران نفر کشته میشدن، دقیقا جاهایی بوده که نمیذاشتن آخونده، نمیذاشتن مرز بسته بشه، یا انگلیسا نمیذاشتن مرز بسته بشه، یا روسا نمیذاشتن مرز بسته بشه. رزاشو آمده اینا رو همه رو در یه فاصله کوتاهی مسئله شو حل کرده و یه عده عظیمی از این روشنفکران اون زمان از طیف‌های مختلف تصمیم میگیرن که با اینکه بولدوره اما هم میدونن شوخی هم نداره، به عنوان وزیر جنگ هم شوخی نداره، به عنوان وزیر نخست وزیر هم همه میدونن که این آدمی نیست که بشه بهش چیز کرد، آدمی هم نیست که خیلی مراقب اتیکت عمومی بشه، ممکنه فوشش رو هم بده، ولی میخواد ایران رو درست بکنه و میخواد ایران رو داد بده و میدونه که مانع این کار دخالت دین در دولت، میدونه که یکی از مهمترین موانعش همونه و از روز اول شروع میکنه. یعنی از مطلعه شیخ خزعل که میره سراغ شیخ خزعل و شیخ خزعل با مدرس متحد میشه، با قول خودش آخوندهای مرتجع تهران متحد میشه، با هر نیروی عقب افتاده که متحد میشه، او روشنفکرهای دیگه متوجه میشن. ببینید یه تفاوتی در رضا شاه بود که دقیقا میخواست اینا رو جلب بکنه، جذب بکنه، به خصوص در 10 سال اول سلطنتش، ولی یه تفاوت هم در روشنفکرا بود. روشنفکرای اون زمان هم اینجوری که روشنفکرای بعد جهانی دوم شیفته اسلام شدن یا معاند آشتی ناپذیر با رژیم شدن، هر رژیمی، چون خودشون رو به تبعیت از مفهوم روسی روشنفکر، به تبعیت از اندیشه های باطل حزب توده، خودشون رو تنها منبع موثق میدونستن، هر نوع همکاری با محمد رضا شاه رو سازش میدونستن. روشنفکرای مثل تقی‌زاده، مثل فروغی، مثل شادمان، مثل داور، مثل تیموتاش، مثل علی اصغر حکمت، مثل علامه قزوینی، مثل دهخدا، اینها
میدونستن یه مملکتی داره ساخته میشه و میدونستن یه فرهنگی باید ساخت و میدونستن رضا شاه میخواد کمک بکنه این فرهنگ ساخته بشه. به همین خاطر به رغم انتقادهایی که داشتن، در جلسه پیش در مورد شادمان صحبت میکردیم، صرف فخرالدین شادمان در آغاز انتقاد داره، میگه اینا خیلی مراسم جشن‌ها رو دارن بزرگ برگزار میکنن، من نمیفهمم چرا اینجوری میکنن، این داور کی آوردن؟ بعد متوجه میشه که داور داره یه سیستم قضایی به دستور رضا شاه، یه سیستم قضایی مستقل از آخوند ایجاد میکنه. روس شوروی در آغاز وقتی که میبینه رضا شاه داره این تغییرات رو میده، به قول خودشون با فئودال ها و آخوندهای مرتجع داره مبارزه میکنه، ازش جانبداری میکنن، حتی به توصیه اونها حزب کمونیست اون زمان ایران او رو به عنوان یک شخصیت مترقی مورد حمایت قرار میده. ولی وقتی میبینن جلوی روسا هم وایساده، بعدم جلوی انگلیس هم وایمیسه، خب وقت شروع میکنن بهش حمله کردن. لحن مطبوعات در موردش عوض میشه، لحن سفارت در موردش عوض میشه، تا وقتی که دیگه در پایان کارش سفارت انگلیس آقای پولار خانوم لامتون رسما در متحد و متشکل و خیلی مصمم تلاش در هم انتقام گرفتن از رضا شاه میکنن و هم بدترین اتهام ها رو بهش زدن، از جمله به دستور مستقیم لامتون. سندش رو من تو کتاب نگاهی به شاه بردم. لامتون به بی‌بی‌سی میگه که شما بنویسید که رضا شاه بخشی از جواهرات سلطنتی رو دزدیده. وقتی که دولت یه هیئتی رو معین میکنه، دولت ایران یه هیئتی رو معین میکنن از شخصیت های مورد اعتماد من. دکتر یکم بیا جلوتر، دکتر یکم لطفا بیا جلوتر، صداتون حیفه اینا رو نشنویم. دارم که برید ببینید واقعا جواهرات سلطنتی کمه یا نه، میرن و میبینن که جواهرات سلطنتی لیستش همونی که هست همش بوده. شب قبل از اینکه دولت بخواد این اعلامیه رو در واقع تو رادیو و تو مطبوعات پخش بکنه، لامتون خبردار میشه، بولارد خبردار میشه، فوری به بی بی سی گزارش نامه می‌نویسن که اینا به فردا یا پس فردا دارن یه چنین اعلامیه میدن، شما در تدارک باشید، بگید که اینا اشتباه دارن میکنن، لیستی که اینها دارن لیستی است که دستکاری شده و جواهراتی رو که رضا شاه برده تو اون لیستی که اینا باش مقابله کردن نیست. من کنجکاو شدم، اون تو کتاب شاه نوشتم که اینا این کارو کردن، لامتون این کارو کرده، دلیلش هم بیش کم میدونیم، برای اینکه هم میخواستن رضا شاه رو بکوبن، هم میخواستن پول ایران رو مقدار بکنن، برای اینکه میخواستن با پوندی که خرج میکنن در ایران تومن بیشتری بتونن بخرن. بعد متوجه شدم، همین یکی از این خاطرات میخوندم که لیستی که اینا استفاده کردن برای اینکه ببینن جواهر سلطنتی چیزی ازش کم شده یا نه، لیستی است که اتفاقا در زمان محمد علی شاه تهیه شده. این محمد علی شاه قاتل دشمن مشروطه با کمک روس مجلس رو به توپ بسته در مفهوم واقعی دزده که جواهرات سلطنتی رو دزدیده، برده تو سفارت روس قائم شده که از با کمک سفارت روس از ایران در بره، مذاکره میکنن با سفارت روس مشروط خواها و دولت زمان، دولت متمایل به مشروطه، که ما بهتون اجازه میدیم این مرتی که بره از ایران، پسرش رو ولیعت میکنن احمد شاه رو، ولی باید جواهرات رو پس بدید. میرن در اونجا یه لیست میگیرن از جواهرات سلطنتی،
و اون لیسته که در 1941 اون معتمدین مجلس که میرن ببینن سرقت شده با اون مقابله میکنه. ولی در بی بی سی به دستور خانم لامپتون و آقای بولارد که هر دو آشکارا، من خب با خود لامپتون مصاحبه کردم، یادداشتاشو میتونید ببینید، یعنی بولارد رسما توی یادداشت میگه که 1939 وقتی که میره رضا شاه رو ببینه میگه که از برای دریافت پول نفت شما تأخیری به ما فرصت بدید، جنگ شده ما با کمی تأخیر به شما پول رو بدید. رضا شاه میگه که نخیر، ما طبق قرارداد پول رو بمانیم، ما هم پول احتیاج داریم، ما در جنگ نیستیم، ولی پول برای. و اون میگه، میگه که این هی پا رو دم شیر بریتانیا میذاره و بالاخره این شیر یه روزی گازش میگیره. جنگ شد، شیر گازش گرفت، تمام تلاش تخریب کردن که تلاش کردن که تغییرش بکنن و کردن، به عنوان یک زندانی از ایران خارجش کردن. رسما بولارد میگه بله زندانی جنگیه دیگه. و بقیه هم در واقع تکرار کردن برخی از این داستان ها رو، یا اونایی هم که اونور هم هست، یعنی در میگم در دوران خود محمد رضا شاه واقعا هیچ کار جدی در مورد این که ببینن از کجا آمده، چه کارایی کرده، چه تحولاتی وجود داشته، چه کاستی هایی هم وجود داشته، حتما یه کاستی هایی هم وجود داشته. میدونید من اینایی که میگم به این معنا نیست که اگه بخوایم تاریخ اون زمان رو بنویسیم میشه فقط جنبه های مثبتش رو گفت، باید همه رو دید و دید که کجا بودیم همونطوری که گفتید و کجا امریکت رو در واقع رهبریش رو به دست گرفت. از زمانی که عملا وزیر جنگ بود قدرت غالب دیران ما بود دیگه، تا وقتی که تحویل داد، چی تحویل گرفت، چی تحویل داد، و از اونهایی که تحویل داد چیاش موند. یعنی تغییراتی که رضا شاه ایجاد کرد تغییرات موندگاره. یک دلیل عمده ناتوانی نکبت ولایی دقیقا کمک آغازین، تغییر آغازین در جهت عرفی کردن جامعه است. اینا تمام تلاششون برگردوندن کار به روزگار قبل از رضا شاه. اوقاف رو پس گرفتن، مدارس رو پس گرفتن، قوه قضاییه رو پس گرفتن، در واقع خودمختاری آخونده رو پس گرفتن. یکی از تصمیمات اولیه رضا شاه اینه که لباس آخوند اگر میخواید بپوشید باید از دولت بپوشید، نمیشه خودتون تصمیم بگیرید هر کی بر کی میخواید لباس بدید بعدم بیاد تو خیابون به مردم فخر بپوشه. لباس دولت تعیین میکنه، قوه قضاییه هم دولت ایجاد میکنه، اوقاف هم ازشون میگیره، مالیات میگیره. اینا همه اونا دارن سعی برگردوندن دیگه. الان یه جوری تمام تلاش اینا اینه که برگردونن، از لحاظ سیاسی تونستن اوقاف رو بگیرن، قوه قضاییه رو بگیرن، کنترل مدارس رو بگیرن. ولی زنانی که در زمان رضا شاه و پیش از رضا شاه مبارزه کردند برای رفع حجاب و رضا شاه این درایت تاریخی رو داشت که با اونها همسو بشه، اونا دیگه زیر بار آخوند امروزی و فشار حجاب اجباری و اینا نمیرن. اون تغییر موندگاره. بنابراین آقای دکتر میلانی، مهمترین درک رضا شاه از تاریخ که به نظرم خب سهم عمده هم داشته در اینکه راه رو باز بکنه برای اینکه بتونه ایران عقب افتادگیاشو جبران بکنه، اینکه تشخیص داد مذهب مانع اصلی است و مدعیان مذهب یا اصحاب مذهب یا دینکارها و دینفروشها اینا عامل جلوگیری از هر پیشرفتی هستن و باید این دیوار رو خراب کرد، این صد رو باید شکست. این به نظرم خیلی نکته مهمی بوده که به دنبالش همین کشف حجاب و مسائلی از این قبیل مطرح میشه. کاملا. و این ببینید دوباره این
مسئله نیست که برخلاف اونچه که مثلا آخوندا میگن یا برخلاف اونچه که بعضی از منتقدین رضا شاه میگن، این مسئله که باید دین رو از دولت جدا کرد، مسئله نیست که رضا شاه برای اول بار مطرح کرده باشه. رضا شاه این درایت رو داشت که بفهمه که باید این کار انجام بشه. این یکی از خواستهای مشروطه در ایران بود و او در این حال متوجه این بود که اگر بخوایم دین رو از دولت جدا بکنیم، باید مدارس رو هم از دست آخوند در بیاریم، باید دانشگاه رو هم، باید کتاب‌های اصیل ایران رو هم چاپ بکنیم، امثال قزوینی، فروغی، تقی‌زاده. اینها از 10 سال قبل از اومدن رضا شاه میگفتن که ما باید بریم یه چیزی شبیه به فرهنگستان درست کنیم، زبان رو از این ملعنتی که بهش دچار شده مصون بدیم، آثار فرهنگی رو چاپ کنیم. لیست در میارن، قزوینی و فروغی و تقی‌زاده میشنن یک لیست کتاب، در کتاب هایی که در اون زمان یک نسخهش وجود نداشته، یک نسخه منقعش وجود نداشته، از سعدی بگیرید تا بیهقی بگیرید تا شاهنامه بگیرید تا واقعا شاید 100 تا لیست در میارن کتاب. خب همه اینا در دوران یا رضا شاه یا محمد رضا شاه چاپ شد. ما الان یک گنجینه ای داریم در دوران رضا شاه که علی اصغر حکمت میاد به مینوی مسئولیت میده که تو برای یه نسخه از ویس و رامین رو پیدا کن، ما با یه نسخه منقه از ویس و رامین داشته باشیم. 700-800 سال فرهنگ آخوندزده من سالار زنستیز نمیخواست این کتاب در دست بشه. علی اصغر حکمت آدمی که قولیه واقعا در تجدد ایران، تو ما باید این کتاب رو در بیاریم. به برای قزوینی ماهانه یه چندرغازی معین کردن، واقعا چندرغازه، پولش ارقامش آورده در خاطراته. این با اتوبوس و با قطار از خونه اجارهش در خارج پاریس 1.5 ساعت هر طرف میرفته میامده برای اینکه نسخ مختلف جهانگشا رو پیدا کنه و یک نسخه دقیق از اون در بیاره، یک نسخه دقیق از 4 مقاله در بیاره. چیزایی که الان ما فرض میگیریم که خب هست دیگه، نه اینا 100 سال پیش نبود. همینطوره. آخه چه تو میدانی این موضوع دزدی از جواهرات سلطنتی واقعا ظلمی در حق این مرد بزرگ شده در تمام این دهه ها. ببینید هنوز بعد از انقلاب هنوز هم بسیاری مقالات منتشر میشه، ببینید در حالا قبل از انقلاب و بعد از انقلاب فرقی نمی کنه، روشنفکران ما، حتی تاریخ نگاران ما، کسانی که به ناحق هنوز هم رضا شاه رو متهم میکنن به اینکه این جواهرات سلطنتی رو دزدید و با خودش به خارج برد. یعنی ما یک مرد بزرگ رو تنها و چتبسته در اختیار یک نیروی استعماری قرار دادیم که هر بلایی میخواد بر سرش بیاره. هیچ کس از اون دفاع نکرد در اون روزها که هیچ کس دفاع نکرد. بعدم در روزهای بعدم امروز هم به نظر من بهترین دفاع از رضا شاه دفاع تاریخی است، یعنی نه دفاع تاریخی، ارزیابی تاریخی است. اگر ارزیابی بکنید به نظر من حتما این ایراد بر رضا شاه وارده که ثروت عظیمی اندوخت در دوران سلطنتش، ولی ثروت اندوهش تقریبا تماما در ایرانه. در یک نامه خودش میگه که من هر چی جمع کردم تو ایران جمع کردم، از ایران که یه مقداری پول خارج داشته، سر مقدارش اختلاف است، ولی یه پولی دار و اونا رو هم در جا قبل از اینکه بره همه اونها رو واگذار میکنه به محمد رضا شاه. یعنی وقتی که میره رسما برای چند هزار دلار بایستی به پسرش نامه می‌نوشته که ما اونجا مثلا پول برای ما بفرست و پسر باید با انگلیسا چیز میکرده، با متفقین هماهنگ میکرده و اونا برای اینکه اذیت بکنن رضا شاه رو 1001 ترفند استفاده میکردن دیگه، از جمله یه مقداری همین نامه هاش رو سانسور میکردن، نامه هاش رو میخوندن، بعضی از نامه هاش رو نمیدادن تا بعدها مثلا بعد از مدت ها میدادن.
ولی که جواهرات سلطنتی رو باید یه دروغ مطبق تاریخیه، اسنادش هم الان در اومده. اینکه هنوز بعضی از طرفداران دکتر مصدق میگن، بعضی از طرف رژیم جمهوری اسلامی میگن، بعضی از چپی ها میگن راهن رو، راهن به دستور انگلیس ساخت، راهن شمال جنوب رو به دستور انگلیس ساخت. واقعا صدها صفحه سند دقیق مشاجره دولت انگلیس با رضا شاه است که این راهن رو نساز. درست. اگر هم میخوای بسازی جنوبی شرقی بساز. نه، ما میتونیم بگیم که خب لازم بود اگر میخواستی یه چنین طرح گنده‌ای بکنی شاید بایستی مشورت بیشتری میکنی، ولی یه ور دیگه شما اینه که اگر میخواست مشورت بکنه آیا اصلا ساخته میشد؟ آیا اگر با در مسئله مثلا مدارس، مدارس دخترانه با قاطعیت عمل میکرد و جلوی آخوند وای نمیساد که مخالف مدارس دخترانه بودن، گفتن من مدرسه برای دختراش این آغاز فحشاست، همون حرفایی که آقای خمینی 1963 زد، گفت به رأی زنان گام اول به سوی فحش است، همون حرفایی که در مورد دانشگاه زدن، سعی کردن جلوی دانشگاه آمدن دخترها به دانشگاه رو بگیرن، سعی کردن راه افتادن مدرسه طب رو بگیرن، مخالف ایجاد یک مرکز تشریح بودن. حکمت میگه که ما از ترس آخوندار رئیس دانشکده پزشکی میرفت جسد میدزدید میآورد تو ماشین خودش، برای اینکه آخوندار گفته بودن این اسلام مغایرت داره. رضا شاه میگه غلط کردن، من پشتتونم، به کارتون انجام بدید، این کار برای مملکت لازمه، دانشگاه ما میخواین، این طب علمه. به همین خاطر میرید هرچه بررسی میگم تاریخی باشه در مفهوم واقعی، میرید شخصیت هایی که یا به شکل قدسی در میان یا به شکل ضد قدسی شیطانی در میان، زیاد راحت نمیشه تاریخیشون کرد. اول که مورخینی که سعی کردن در مورد مسیح یا موسی از منظر تاریخی بنویسن، مؤمنی پشتشون دادن که آقا ول کنید، مگه میشه با مسیر رو چه میخوای تاریخی بکنید؟ اینا گفتن نه، میخوایم ببینیم آخه این چیزایی که تو کتاب مقدس اومده چند درصدشون قابل تعویل واقعی به مسیحه، اصلا ببینیم شخصیتی به اسم مسیح بوده و چند درصد این حرفایی که بهش نسبت داده میشه، کارهایی که بهش نسبت داده میشه با معیارها و روشهای علمی قابل تطبیق هستن. خب یه دیگه مخالف بودن، گفتن نه، یا به حالت قدسی نگرشون دارید یا فلان. هنوز بگم هنوز ما در مورد مثلا رخدادهای زندگی حضرت محمد، یک مورخ مسلمان شده آلمانی چند سال پیش تصمیم گرفت که زندگی حضرت محمد رو، میگم مسلمان شده بود، خیلی هم مؤمن بود، من تصمیم گرفتم زندگی حضرت محمد با روش علمی بررسی کنم، ببینم مثلا میگم فلان جا نبرد شده، فلان تعداد کشته شدن، آثاری پیدا میشه، فسیلی پیدا میشه، فلانی پیدا میشه، دی ان ای پیدا میشه. اصلا مسلمانان در آلمان با اسلام را انداختن. آقا نمیشه، چطور میشه؟ تاریخ قدسی باید قدسی بمونه. نه، تاریخ قدسی هرگز قدسی هم میشه نمیمونه. و اگر با معیار تاریخ بریم اون وقت قدر این آدم به گمان من خیلی بیشتر. تشکر میکنم آقای دکتر میلانی، مثل همیشه خیلی آموزنده. دکتر میلانی، دفعه آینده میخواستم از شما خواهش بکنم که درباره تأثیری که رضا شاه در مناسبات خودش با دنیای بیرون داشت روی قدرت‌های مختلف، قدرت‌های وقت، اونا چه نگاهی به رضا شاه داشتن، اون رو شیطان میدیدن که نه، یه شخصیتی که مسلحی که آمده ایران رو نجات بده، تازه اگر چنین نیتی رو در رو سراغ داشتن ازش حمایت کردن، این رو سعی میکردن که مانع در برابرش ایجاد بکنن، چون نگران پیشرفت ایران بودن. برنامه آینده فکر میکنم که اطلاعات آقای دکتر میلانی خیلی کمک بکنه
به شناخت بیشتری، مردی که باید از نو شناخت نمیشه از دید و از دریچه نگاه آقای دکتر میلانی. امیدوارم، خیلی ممنون و سپاسگزار از حضورتون. دعا گفت دا. تشکر میکنم. خب امیدوارم از من